حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن با ما همراه میشن. آقای علیزاده، الان وزیر خارجه فرانسه همونطور که در خبر هم شنیدیم گفته تنها چند هفته دیگه به پایان فرصت احیای برجام باقی مونده و دیگه این وضعیت کنونی که شاهدش هستیم قابل تحمل نیستش. آیا این در واقع یک تهدیده که باید در واقع اون رو یک اولتیماتوم جدی تلقی کرد؟ ببینید، دو تا نکته بایستی توجه داشت. نکته اول این که این اظهارات توسط وزیر خارجه جدید فرانسه گفته شده که جای آقای لودریان آمده و طبیعتا میبایستی در مسائل مهم بین المللی اظهار نظر بکنه. نکته دوم این که این اظهار نظر او دقیقا بازتاب نگرانی بوده که مدیر کل آژانس بین‌المللی اتمی اظهار داشته بود که چشم‌های نظارتی آژانس اگر در این وضعیت باشه کلاً بسته خواهد شد و دیگه هیچ گونه محاسبه‌ای نسبت به روند کند و تند برنامه هسته‌ای ایران نخواهند داشت. بنابراین فرض بگیریم که بخوان مذاکره‌ای هم بکنند و به توافقی برسن، دیگه عدد و رقم از دست رفته. از این رو اظهارات خانم وزیر خارجه فرانسه حاوی اهمیت مهمی است، به دلیل اینکه فرانسه یکی از اعضای اروپایی مذاکرات بوده که طبیعتاً تا به اینجا به جای منتهی نشده. این سخن او به نظر من بیش از همه مخاطبان اروپایی و آمریکایی داره تا اینکه مخاطبش ایران باشه. داره میگه که کشورهای ترویکا انسجام خودشون رو از دست دادن، همسویی خودشون رو از دست دادن در پرونده هسته ایران. به عبارت دیگر پرونده هسته ایران از اولویت نخست به اولویت‌های بعدی انتقال پیدا کرده. چرا؟ به دلیل اینکه مسئله اوکراین مسئله اصلی اروپا قرار گرفته. آقای علیزاده، وزیر خارجه همچنین گفته که وزیر خارجه فرانسه که ایران به خواسته های پیش از دور نهایی مذاکرات برگشت. دلیل این همه تغییرات در موضع تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی رو در چی میبینید؟ خیلی کوتاه بر ما بگید لطفا. من ببینم، پیشتر گفته بودم که پالیسی ایران در این مذاکرات در دولت آقای رئیسی دیلی پالیسی هستش، یعنی تا میشود تأخیر انجام بدهند. دیدید که خیلی دیر آمدن به پای میز مذاکرات. وقتی که آمدن پای میز مذاکرات، طرح‌های جدیدی که اصلا موضوعیت نداشتش مطرح کردن. بعدن وقت‌کشی‌ها و در نهایت هم یک بار مذاکرات رو قطع کردن و بعد در قطر رفتن در حالتی که چیز جدیدی برای گفتن. همه اینا حاکی از این هستش که پالیسی تهران پالیسی دیلی پالیسی هستش و معناش هم این هستش که با خریدن زمان طبیعتاً پروژه هسته‌ای ایران با شتاب داره به جلو پیش میره. این دقیقاً نکته هستش که خانم وزیر خارجه فرانسه هم داره روی اون دست میگذاره که اگر که برنامه‌ای تدارک دیده نشود، پروژه هسته‌ای ایران احتمال این رو داره که کلن از نظارت آژانس بیرون بره و طبیعتاً کشورهای اروپایی هم نتوانند به سرانجامی برسانند اون رو.